اسم این سری از ویدیوها رو ما گذاشتیم اختراعات سگی. گفتیم چیز میز میسازیم بفرستیم با هم دیگه میدیدیم میخندیدیم. الان روال این سری از ویدیوها به جایی رسیده که شما فقط موشک نساختیم بفرستیم فضا، یه چیزایی بچه‌ها ساختن واسه ما فرستادن که سگی، سگی منم، سگی قیافه منه، سگی هیکل منه، من گوه بخورم به اینا بگم سگی. خوش اومدید به یک قسمت دیگه از اختراعات سگی. شما ببینین چیزا رو، من خودم الان ندیدم، الان با هم قراره ببینیم. میدونم روال ویدیو دیگه از یه جایی به بعد دیگه خنده‌دار نیست، اصلا عشق میریزیم که چرا اینا تو ایرانن، شما تو ایران دارین چه کار میکنین، خاکو باید بگیریم بریزیم تو سر خودمون، بعد تو سر اون مسئولی که از اینا حمایت نمیکنه. چیه؟ پشمام پرواز میکنه؟ آشی این چی؟ روبوت ره؟ توضیحات داره، توضیحات داره. بچه چجوری اینجوری دورانی میچرخه؟ ربات جنگجوی 1.5 کیلویی لیگ حرفه‌ای آزاد کسب مقام سوم کشوری داشته. این رباتی که واسه ما فرستادن داداش، بعد این اختراع سگی نیست داداش، مقام داره، این مقام داره، سگی منم. شما نگاه کن عجب چیزیه حاجی. بعد تو خارج من نمیدونم تو اکسپلور یا تو تلویزیون یا تو یوتیوب دیدین اینو که یه سری مسابقات این ربات جنگی ها هست میرن پاره میکنن هم، و بعد میدونین چقدر جایزه یه اون مسابقاته؟ حالا من از این لیگی که تو ایرانه خبر ندارم، ولی مطمئنم قطعا به اندازه اون حمایت. حاجی عجب چیزیه پشمام. حاجی صدا موشک میده. عجب چیزیه، ساختین دهنتون سرویس. این چیه؟ این صدا نداره، گیفه. حاجی پشمام این چیه؟ چقدر چرخش بزرگ، شبیه سایبرپانکه، شبیه موبایل تو موتوره. عجب حاجی، شبیه موتورای توی بازی های مثلا سایبرپانک، شبیه مثلا واسه سال 2042 مثلا واسه 20 سال آینده. خدای من دارم خجالت میکشم که دارم به اینا ریاکشن میدم، اینا نشون میدم. فقط تو خودت اینو ویدیو کن، کانال بساز. این پلیلیست از اختراعات سگی میرسه به مثلا ساخت سگ روباتیک هوشمند با AI مثلا. خب مورد بعدی این چیه؟ ماشینه پشم. چیه ماشینه؟ جان چی کار داره میکنه؟ این چی کار داره؟ این چیه؟ من شعورم نمیرسه که این چیه. توضیح بده مسعود، اگه اینو جدا میکنی بچه ها چیزی مینویسن اونم من نمیفهمم این چیه. میدونم خیلی خفنه، داره یه غلطی میکنه که از شعور و درک و علم و دانش من خارجه. این همه استعداد اینجا خوابیده، بعد ما باید ویدیو بسازیم که این استعداد رو نشون بده. شما تو هر جای دیگه به جز این خراب شده بودین، از من باید معروف تر باشین. شما دارین اختراع میکنین، من سگی کیم؟ خدا رو شکر یه اختراع سگی توش هست. خیلی ریز یه دستی رفت اون کوسن رو گرفت، موزیک هم واسمون پخش کردن. این چیه؟ پایه نگهدارنده موبایله. آها اسپیکره. پشمام باجی اسپیکر شد، قشنگ ساوند بار شد. موبایلو میذاری وسط، از دو بغل یعنی لفت و رایت صدام درست رعایت میشه به صورت کاملا سگیشو. اجازه بده، این ساوند بار خونه ماست، اینی که میمیسم مفت نمیارزه، میندازم دور. یه دونه از اینا درست میکنم، یه دونه از من لیاقت اینو من ندارم، ممنونم. یه دونه از اینا واسه من میسازیم ویدیوش. این داره آتیش میگیره که حاجی، داره چرا داره خیار میخوره؟ صدا خیار خوردن میاد، چرا عادی؟ این داره میسوزه، این چیه؟ دود داره از این بلند میشه داداش، تو خونه است دود داره میاد.
این چیه؟ منقله؟ چقدر عجیب بود مسعود، این چی بود؟ صدا خیار خوردن میومد، دو تا آجری که رو هم بودن روش سیم برق بود داشت دود میداد، بخاری بود؟ کاش توضیح میدادی به جا خیار خوردن. هر کی فهمید این چی بود لطفا تو کامنت ها بگه منم بفهمم. سلام احسان میرزاد. سلام بریم ماهت عزیزم. من چرا قوور با وسیله به درد نخور درست کردم. قور بدونم به درد نخور منم. بطری دلستر. خب این دستگیره در آلومینیومیه مش با فندک. این لامپ چراغ LED داخلش هم باتری ماشین کنترل خرابه. الان هم داره شارژ میشه. کارت بازی میکردم. الان وقتی تن شارژه اینجوری کار میکنه، خیلی هم نورش قویه. چه نور قوی داره پشمام. شارژ میکنم برای خاموش میکنم آزمایشش کنم. جدی من همین 4-5 روز پیش از دیجیکالا یه چراغ قوه خریدم 70,000 تومن 80,000 تومن واسه تو ماشین. اینا به قرآن یک سوم این نور نداره. شب میشه الان روز میشه. حاجی خیلی نورش خوبه. خیلی نورش خوبه. اینجاش هم یه فندک داره. آه اون فندکه هم واسه هم سوال بود فندکه چی کار میکنه؟ مثل اینکه هم گذاشته که یه کاربرد دیگه هم بزن. خیلی خفم بود. خیلی خفم بود. حاجی با سنش کم بود. اصلا صداش مشخص بود. بچه مدرسه ایه. سلام احسان جان. سلام. من یه دونه ماشین ساختم جان. این ماشین کنترلیه و ماشین هم سریه و خیلی هم شتاب داره. اونجایی که میبینی خیلی سگی درستش کردم و این که موتور برفک کنه ماشینه در واقع واسه پژوه. این هم که چراغ پژو من تا به الان نمیدونستم برفک کن موتور داره. بس میشه به این و حالا بریم زیرشو ببینیم. اینم که زیرشه دیگه این دوتا دستور دهنده هن و کنترلش هم اینه. آره با ریموت کار میکنه و حاجی ریموت کرکره یه در خونه ما همینه. از طریق یه مدار خیلی پیچیده این وصل میشه به این که این دستور رو دریافت میکنه. از این مدار پیچیده وصل میشه به این که این دستور رو دریافت میکنه که دیگه دستور لجه مازنید بشم به... من نمیفهمم چی میگی. من گاوم. حالا دیگه بعد حالا قراره بعدا یه دونه چیز اضافه کنم بهش که دیگه چی اضافه کنم؟ لرزش هم بگیری که ماشین حتی شتابش هم بیشتر بشه. به قرآن این چیزی که تو قراره اضافه کنی و سایپا هنوز به ماشیناش اضافه نکرده، یعنی سرعتش 60 بیشتر ماشین بندری میره. اینی که قراره اضافه کنی و کمپانی های خودروسازی کشورمون هم اضافه نکردن. حالا اینجا یه دونه چراغ هم داره که دستور میده این باتری روشن شه و اگه من این چراغ رو آف کنم، این چراغ هم واسه هود خراب شده است. اگه اینو آف کنم دیگه دستور خونه رو گرفته ماشین کنترلی درست کرد. این گیرنده است. این گیرنده است و آره دیگه این باتری وقتی خاموش بشه اینم خاموش میشه دیگه دستور دریافت نمیکنه. همین. یه سوال، معلم فیزیکت، علومت، حرفه و فن، کار و فن و اینا میخواد چی به تو یاد بده تو مدرسه؟ چی میخواد بهت یاد بده که بلد نباشی؟ معلمت گوه بخوره بتونه ماشین درست کنه، تو باید بری با تخته بهش یاد بدی. بزن تو گوشش. فردا که میری مدرسه این ویدیو رو دیدی بگو احسان میرزاد گفت بزن تو گوشش. بقیش نه آره بزن. آقای سلام. سلام برای ماهت قربونت بشم. این شارژری که میبینی کلش از چوبه، داخلش برده. این شارژر سالم بود مشکل پیدا کرد. پشمو حاجی چرا خود کمپانی هم شعورشون نمیکشه با چوب شارژر درست کنن؟ خیلی خوشگله که ای ویدیو من داره میبینم شارژر الان میکنم. ویدیو من داره من قربونت الان دوباره میزنم. ای پیج احسان داد میزد دوه خدا بیامرزه پیجم پریز. اینم از شارژره. این پیجه دیگه نیست، دیگه پیج نداره داداش. اگه این ویدیو داری میبینی پیج احسان داد میرزاد رو فالو کن. اون پیج میلیونیه پرید. من حاجی چرا خود کمپانی ها اصلا شارژر رو با چوب نمیزن؟ کمپانی ها که بیناموسا اصلا الان شارژر نمیذارن الان آیفون و سامسونگ و این اصلا که شارژر نمیخواد تو سرشون کنه. برو ربات رالی دستاست. آنشالله حاجی دیوار راست رو میره بالا. برو
بچه بچه‌ها دارن تو مدرسه ربات میسازن، ربات دیوار میره بالا. با تمام وجودم از ته قلبم میخوام که تنها جایی که استعداد این بچه‌ها توش نمایش گذاشته میشه کانال احسان میرزاد نباشه. اونایی که باید استعداد این بچه‌ها رو ببینن و اونایی که باید ازشون حمایت کنن. به افتخار این بچه ها ویدیو رو لایک کنین تا اونقدر دیده بشه، بلکه شاید یه روزی استعداداشون حروم نشه تو این مرز و بوم.